به نام خداوند مهربان و با عرض سلام به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. به نقل از آرتیه دری، هزاران تن در شهر ملتان پاکستان دست به اعتراض زده و خواهان کنارگیری عمران خان نخست وزیر این کشور شدند. این اعتراضات از سوی جنبش دموکرات پاکستان را اندازی شده است. همزمان با آغاز اعتراضات در ملتان، راه‌های رفت و آمد این شهر توسط کانتینرها بسته و خدمات تلفنی نیز قطع شده است. به نقل از افق، استفاده ابزاری پاکستان از طالبان و مجاهدین علیه اشرف غنی. اسدالله درانی رئیس پیشین سازمان جاسوسی پاکستان ISI در مورد روند جاری صلح افغانستان گفته است: پاکستان می تواند از نفوذ خود بر مجاهدین و طالبان استفاده کند و به آنان بگوید که با یک دیگر گفتگو کنند و هر تصمیمی که شما می گیرید برای پاکستان قابل قبول است، ولی پاکستان بیشتر از این کاری را نمی تواند انجام دهد. او همچنین گفته که پاکستان همیشه با مجاهدین در ارتباط بوده و با آنها کمک کرده است، زیرا آنها در مقابل نیروهای خارجی می جنگند. همین کار را با طالبان نیز کرده است. با وجود همه فشارها، پاکستان نفوذ و رابطه خود را با آنها حفظ کرده است. آقای درانی قبل از این گفته بود که گروه طالبان با اشخاص مانند عبدالله عبدالله و محمد محقق مذاکره خواهد کرد و نه اشرف غنی. او از عبدالله و محقق به عنوان فرزندان خاک یاد کرده بود. آقای درانی همچنین گفته بود که اشرف غنی در آینده افغانستان نقشی نخواهد داشت. به این ترتیب به نظر می رسد که گره و بنبست کنونی موجود روند صلح ریشه در این دارد که پاکستان و تبع آن طالبان و شمار از نیروهای مجاهدین سابق حاضر نیستند هیچ نقشی برای اشرف غنی در آینده افغانستان در نظر بگیرند. آنها معتقدند که آقای غنی به دلیل آنکه فرزند این خاک نیست و دوران طولانی از زندگیش را در غرب گذرانده، نباید سهمی از قدرت داشته باشد. قدرتی که مجاهدین و طالبان برای تصاحب آن با کمونیست ها، امریکایی ها و عوامل داخلی آن جنگیده، خون داده و هزینه پرداختند. رئیس سابق ISI رسما میپذیرد که ماهیت حمایت اسلام آباد از مجاهدین و طالبان تفاوت ندارد، زیرا هر دو نیرو علیه نیروهای خارجی جنگیدند. این به معنای آن است که از نظر پاکستان، شوروی و امریکا فرق ندارد و حضور و هژمونی آنها بر افغانستان منافع راهبردی اسلام آباد را تهدید میکند. بنابر این هر نیرویی که با شوروی و امریکا جنگیده باشد مورد حمایت پاکستان است. نکته دیگری که این اظهارات برملا می کند این است که اسلام آباد هرگز عضو واقعی ائتلاف ضد تروریستی امریکا نبوده و از دولت کابل نیز به عنوان نماینده مشروع و منتخب مردم افغانستان و محصول یک روند مردم سالارانه و دموکراتیک حمایت نمی کند. بر این اساس اشرف غنی هم در نگاه سران اسلام آباد تفاوت با نجیب و دیگر رهبران رژیم های کمونیستی ندارد و حتی این احتمال وجود دارد که طالبان به عنوان نیروی نیابتی پاکستان و پیاده نظام ارتش آن کشور در افغانستان، همان گونه که نجیب را با سقوط و سبیعت به دار آویختن، اگر بتوانند سرنوشت مشابه را برای اشرف غنی نیز رقم میزنند. در این میان درسی که دوره سلطه امارت طالبان سقوط آن و تحولات پس از آن به پاکستان داده این است که اسلام آباد برای رسیدن به هدف خود مبنی بر تعمیم اشغال و تعمیل سلطه خیش بر افغانستان تنها نمیتواند از طریق طالبان موفق شود، زیرا طالبان یک نیروی قومی و ایدئولوژیکی است و نماینده همه اقشار و طایفهای سیاسی و اجتماعی در افغانستان محسوب نمیشود. دافعه این گروه نیز به دلیل همین دو ویژگی بیشتر از جاذبه آن است و در صورتی که برای تصاحب کامل قدرت خیز بردارد، با سرعت با واکنش متقابل جریان های سیاسی، قومی و مذهبی دیگر روبرو می شود و ناکام می ماند. بنابراین اسلام آباد به این نتیجه رسیده است که این بار یک دولت مشارکتی و ائتلافی متشکل از طالبان و مجاهدین به عنوان بازیگران پرنفوذ در معادلات سیاسی افغانستان تشکیل شود. اسلام آباد در عین حال می داند که هم مجاهدین و هم طالبان با وجود آن که خصومت های ریشه داری با همدیگر دارند، دست کم در یک زمینه هم عقیدن و آن لزوم حذف اشرف غنی و طایفه از مهره های مورد حمایت غرب از رأس حرم قدرت است.
زیرا پاکستان تصور می کند که آقای غنی ریشه های نیرومند در درون جامعه افغانستان ندارد و قادر به تشکیل یک نیروی بازدارنده وفادار و قدرتمند برای مقابله با ائتلاف طالبان و مجاهدین سابق با حمایت اسلام آباد نیست. بنابراین برای رسیدن به هدف خود به طور جدی روی این دو طیف سرمایه گذاری راه بردی می کند و در جستجوی راه های برای آشتی دادن آنها و سازش بر سر ساختار سیاسی مورد نظر پاکستان است. سفرهای چند پیش عبدالله عبدالله و گلبدین حکمتیار به پاکستان و استقبال گرم و بی سابقه اسلام آباد از آن دو گام مهم در همین راستا بود. هر دو چهره و جریان های سیاسی و حزبی مطبوعشان در گذشته از حمایت های مالی و نظامی پاکستان برای جنگ با شوروی تغذیه کردند. با این همه هنوز هم تاکید جدی اسلام آباد بر قدرت حداکثری طالبان و تشکیل یک رژیم طالبانی دست نشانده پاکستان در کابل است. زیرا مجاهدین از پاکستان فاصله گرفتند و هیچ نیروی دیگر بندازه طالبان مطیع و گوش به فرمان اسلام آباد نیست. این نگاه پاکستان بی تردید با مقاومت مجاهدین روبرو خواهد شد و کار پاکستان برای عملیاتی کردن نقشه سیاسی و راهبردی خود در افغانستان را دشوار خواهد کرد. یونس قانونی از رهبران برجسته مجاهدین ضد طالبان اخیراً تصریح کرد که طالبان نمی توانند بیش از 40% قدرت را مطالبه کنند و هشدار داد که تاکید بر سهم 75% آن گروه از قدرت به تشکیل مقاومت دوم منجر خواهد شد. این هشدار در عین حال خطاب به پاکستان هم است. بنابر این اسلام آباد باید دریافته باشد که تنها ساقط کردن دولت آقای غنی با استفاده ابزاری از احرام طالبان و مجاهدین کافی نیست و برای تشکیل رژیم دست نشانده اسلام آباد در کابل طالبان باید سهم بیشتری به مجاهدین بدهند. تا صلح پاکستانی محقق شود و از بروز یک جنگ داخلی دیگری جلوگیری به عمل آید. اسد درانی رئیس پیشین سازمان جاسوسی پاکستان ISI در مورد روند جاری صلح افغانستان گفته است پاکستان می تواند از نفوذ خود بر مجاهدین و طالبان استفاده کند و به آنان بگوید که با یک دیگر گفتگو کنند و هر تصمیمی که شما می گیرید برای پاکستان قابل قبول است، ولی پاکستان بیشتر از این کاری نمی تواند انجام بدهد. به این ترتیب به نظر می رسد که گری و بنبست کنونی موجود در روند سال ریشه در این دارد که پاکستان و تبعان طالبان و شمار از نیروهای مجاهدین سابق حاضر نیستند هیچ نقش برای اشرف غنی در آینده افغانستان در نظر بگیرند. دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بوده جهان سپاس. ویدیوهای ما را کامنت، لایک و سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.